بینندگان عزیز کدکانال، سلام و عرض ادب خدمت شما. امیدوارم که حال روز خوبی داشته باشید و شنبه خوبی رو شروع کرده باشید. با اخبار کوتاهی چند دقیقه در خدمت شما و مهمان خانه شما هستیم. امیدوارم که اخباری رو که انتخاب کردیم مورد توجهتون قرار بگیره. از اعتصابات شروع می کنیم. امروز صدومین روز انقلاب ژیناست، صدومین روز سینه ستبر کردن غیوران کردستان و بلوچستان و سراسر ایران، و همون جوری که در جریان هستید در این صد روز اعتصابات گسترده ای شکل گرفت، اعتراضات گسترده ای شکل گرفت و حکومت تنها عکس العملی که میتونست نشون بده از روی استیصال و از روی ترس و از روی فرو ریختن بنیان خودش دست به جنایت و دست به رفتار مسلحانه مقابل معترضین، دستگیری های بی حساب کتاب و اعمال فشار، ارعاب، پرونده سازی و اعتراف های اجباری تلویزیونی که دیگه سناریو تکراری شده و همه به دروغ بودنش کاملا واقفن، جز این کارا دیگه کاری نتونسته بکنه. ولی همچنان این قطار انقلاب صدومین روز خودش رو سپری کرد و تا روزی که سقوط جمهوری اسلامی رو مردم با چشمای خودشون نبینن، این قطار سر باز ایستادن نخواهد داشت. اعتراضات گسترده ای از ساعاتی پیش در بسیاری از شهرها تصاویرش اومده، شروع شده در هفت حوض تهران، اکباتان، نارمک. در تهران اینجوری بوده، سنندج در واقع شروع شده ساعت اخیر با شروع تاریکی هوا، در سقز هم همچنین، در بوکان هم همچنین، در آبدانان ایلام، در قم، در اصفهان، در تبریز، در جوانرود کردستان. و رفته رفته این اعتراضات با اعتصابی که امروز طی اون فراخوانی که داده شد راه افتاد، اعتراضات رفته رفته داره شکل در واقع سازمانیافته تر و شکیل تری پیدا میکنه و این نوید رو میده که جمعیت بیشتری در این اعتراضات شرکت بکنن و در واقع کار جمهوری اسلامی رو که بر پایه های لرزان ایستاده یکسره کنن. در اخبار امروز اومده بود که اعتصاب کارخانجات کشتی سازی بندرعباس هم از امروز شروع شده، پیوستن به کامیونداره‌ها، پیوستن به پالایشگاه‌های نفتی و شرکت‌های گازی. شرکت در واقع کارخانجات کشتی سازی بندرعباس هم به این اعتصابات پیوسته. خبر رسیده که کارکنان لبنیات و مثلا کارخانه کاله که بخشی از اون رو سپاه در اختیار داره در اعتصاب کامل به سر میبرن. و نکته دیگه ای که خیلی جالبه، کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک هماهنگ در سراسر کشور به اعتصابات پیوستن که تصاویرش در کنار من هست، میبینید تمامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز هم به اعتصابات پیوستن. میدونید که در تهران از ترس این جمعیت و ماشین‌هایی که تو خیابون میان، دوباره به بهانه آلودگی هوا و ترافیک طرح زوج و فرد رو بعد از مدت‌ها دوباره جمهوری اسلامی یک دفعه صادر کرده و در واقع خنده داره از اینکه مثلا یه دفعه تو دو روز قانون رو عوض میکنن. در سایر کشورها هم همچنان که عزیزان ایرانی خارج از کشور، خارج از مرزها، در مقابل سفارتخانه ها و در جای جای مختلف دنیا، در پایتخت های معروف دنیا و در جاهای بسیار استراتژیک در اروپا اومدن و در یک گردهمایی و یک اعتراض و یک اعتراض کامل تنفر و
انزجار خودشون رو از حکومت جمهوری اسلامی نشون داد. امروز استانبول هم شلوغ بوده، استانبول ترکیه. ایرانی های مقیم استانبول در مقابل در میدانی در استانبول گرد هم اومدن و به اصطلاح شعار و پلاکارت هایی داشتن بر علیه جمهوری اسلامی، که این هم در نوع خودش میتونه خیلی خوب باشه. در خبر دیگه ای که براتون دارم، ادامه روند کمپین خروج پول از بانک ها که اتفاق خوبیه. وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی اعتراف کردند که این کمپین خروج پول نقد آسیب جدی به بانک ها زده. در استان گیلان یک روایتی بود که من خودم شنیده بودم، خود اون طرف کارمند عالی رتبه بانک بود، بانک رو به بهانه تنظیم مصرف گاز بانک ها رو تعطیل کرده بودن، ولی در اصل نکته اصلی عدم وجود اسکناس و پول در بانک ها بوده. و این کمپین همچنان به راه خودش ادامه میده و مردم خیلی با شور اشتیاق بیشتری در این کمپین شرکت میکنن و امیدواریم که این اتفاق بیفته که از این حیث هم جمهوری اسلامی دچار آسیب بشه. یک موضوع دیگه ای هم که هست در صرافی های تهران، امروز میدونید که دلار تا مرز 40، یعنی از 40,000 تومان بالا زده بود. آخرین آمار رسمی 40,500 تومان بود، ولی اینجوری که ما اخبار در واقع مختلفی گرفتیم، در بازار صرافی ها حتی تا 42,000 تومان هم دلار پیدا نمی شد و دست به دست می شد با این رقم که خیلی عجیبه. یعنی 420,000 ریال شما 420,000 ریال شما باید بدی یک دلار آمریکا رو بگیری، که همون میشه 42,000 تومان. و اخبار امروز، چیزایی که ما براتون انتخاب کرده بودیم در همین محدوده بود. از این ساعتی که خدمتتون عرض کردم به بعد خبر هست که شهرهای بزرگی به اعتراضات میپیوندن و امیدوارم که این اعتراضات نتیجه خوب خودش رو در پی داشته باشه. قبل بعد از خدافظی تصویری رو برای شما خواهیم گذاشت که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی که در واقع مثل رئیس جمهورش فکر کنم فاقد اون 6 کلاس سوادم باشه، در سخنرانی که تو مجلس میکنه از وزیر بهداشت درخواست میکنه که کارکنان کادر درمان رو که در دوره کرونا جان باختن، اینا رو دوباره دعوت به کار کنه در بیمارستان ها، که واقعا طنز، اما طنز تلخیه. مملکت رو دارن اینا اداره میکنن و متاسفانه 43 سال سیاه و ننگینی رو بر جای گذاشتن، که امیدوارم این روزهای پایانش باشه. شما رو تا برنامه بعد و اخبار بعد و روز بعد به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی سلامتی میکنم. درود و صد درود بی پایان. درخواست میکنم، درخواست از وزیر محترم بهداشت برای اعاده پرستاران و لیسانس های مامایی که در دوران کرونا جان خود را از دست دادن، درخواست اعاده به کار و ادامه خدمت داریم.